خب توی این قسمت یه نگاهی میندازیم به کلیات برنامه DVD Studio Pro و اینی که اصلا این نرم افزار با چه منطقی کار میکنه. واقعیت اینه که DVD Studio Pro نرم افزار خیلی راحت و ساده ایه، چه برای یاد گرفتن چه برای کار کردن، و اونجور که مثلا خیلی از دوستان فکر میکنن که برنامه سختی یا برنامه پیچیده ایه، اصلا اینطور نیست. خیلی خیلی برنامه راحتیه. شما اصولش رو یاد بگیرین، خیلی سریع و راحت میتونید DVD های خیلی پیچیده ای بسازین. DVD Studio Pro چند تا قسمت مهم داره و شاید مهمترین قسمت‌هاش اینجا، اینجا و اینجا باشن. البته خب تایملاین شما، ترک شما در واقع، اونم براتون ممکن خیلی مهم باشه. از اینجا ما اگه بخوایم شروع بکنیم، assets شما جاییه که شما همه مایحتاج DVD تون رو میارید، یعنی همه چیزهایی که قراره وارد DVD Studio Pro کنید اینجا دیده میشن. به طور مثال اصل تصاویر شما، فیلم هایی که وارد خود DVD Studio Pro کردین، حالا صداهایی که وارد DVD Studio Pro کردین، منوهایی که طراحی کردین و وارد کردین، و حالا الی آخر تمام چیزهایی که شما از هاردتون وارد DVD Studio Pro میکنین داخل assets شما قرار میگیرن، داخل پوشه assets. آوتلاین شما اون چیزهایی هن که قراره روی DVDتون بیان. به طور مثال شما ممکنه همه چیزهایی که اینجا وارد کردین رو نخواین توی DVDتون داشته باشین. ممکنه مثلا 200 عکس رو وارد کرده باشین، بخواین فقط 10 تاشو توی کارتون استفاده بکنید، یا حالا چیزهای دیگه. البته خب راست بخواین این کار خیلی منطقی نیست که تعداد خیلی زیادی عکس بیارین. اگر قرار 10 تاشو انتخاب بکنین توی کار نهایی، بهتره 10 تا رو انتخاب بکنین و اصلا وارد بکنین. ولی حالا این هست مجموع خواستین چند تا آهنگ بیارین تست بکنین، ببینین با اسلاید شوتون خوب کار میکنه. منواتون ممکنه دو تا باشن، بخواین ببینین کدوم توی DVD جالب تره، یا به طور مثال کارگردان ممکنه بخواد از چند تا چیز یکیشون رو انتخاب بکنه. و الی آخر آوتلاین شما همه چیزهایی هن که روی DVDتون قراره بیان، و فاینال DVD شما این چیزی که در واقع اینجا شما میبینید. لاگ شما اطلاعاتی که نرم افزار به شما میده، زمانی که میخواد DVD رو بسازه، زمانی که میخواد یه کاری انجام بده، یه خروجی بگیره، و حالا الاخر. این قسمت شما پنجره منو، ویور، گرافیکال و کانکشنز. یه نکته رو خدمتون بگم، همونطور که میدونید و قبلا هم خدمتون گفتم، F1، F2، F3 لیات شما رو عوض میکنه و در واقع همون کانفیگوریشنی که اینجا ما داریم. من معمولا با F2 یا همون اکستندد کار میکنم. ادوانس تو خود اپل بیشتر به برنامه‌نویسا توصیه میکنه و کسایی که میخوان کار اسکریپتینگ انجام بدن توی DVD شون، یعنی با استفاده از قدرت برنامه‌نویسی یه کار خاصی توی DVD انجام بدن. من چون زبون برنامه‌نویسی بلد نیستم و قاعدتا کاری با برنامه‌نویسی ندارم، از لیات اکستندد استفاده میکنم. شما توی منو خود اصل منو و چیزهایی رو میبینید که به منو تو مربوط میشه. ویور شما برای دیدن چیزهای دیگه شما به غیر از منو، مثلا عکس ها، فیلم ها و شنیدن صداها. گرافیکال شما یه چیز خیلی جالبیه. اگر ما اینجا الان نگاه بکنیم، همون چارتی که من توی درس قبلی براتون کشیدم که ما از منو میاییم مثلا توی تصویر و از حالا تصویر باید بتونیم برگردیم، که اینجا الان متاسفانه این مشکل رو داریم و انجام به ما ست نیست. من انجام هم رو میذارم روی منوی اصلیم. حالا راجع به همه این اتفاقات توضیح میدم که چه چیزهایی داریم و اینجا و چی شده. یا مثلا شما اینجا میبینید که فوتوز من که در واقع اسلاید شو منه، یعنی یه سری تصاویری که من توی DVD قرار دادم، به منوی اصلیم اتصال نداره. مسلما این اگر رایت بشه به همین صورت، هیچ کس نمیتونه از این منو وارد این عکس ها بشه. پس حالا من اون کاری که مد نظرم فکر فرزن این اسلاید شو رو میخوام اینجا بیارم روی عکس هام و کانکتش بکنم، انجام میدم. و حالا اگه بیام اینجا تو گرافیکال نگاه بکنم، شما میبینید که منوی من به عکس هام یه وصل هست و یه ارتباط دو طرفه هست بینشون. پس ویور و گرافیکال یا همچین کاری انجام میدن. گرافیکال برای اینی که شما ببینید چه چیزی به چه چیزی در ارتباطه و باش بتونید مقایسه بکنید، بسیار پنجره کارآمدیه. عنوان بعدی که ما اینجا داریم کانکشنز، چه چیزهایی به چه چیزهایی وصل هستن. به طور مثال عکس های شما، ترک های شما، چه چیزهایی در واقع توی DVD شما به چه چیزهایی مربوط شدن. یکی از کارآمدترین چیزهایی که ما تو کانکشنز داریم آل، که یعنی همه چیزها رو نشون من بده، کانکتد همه چیزها که وصلن، و این آن کانکتده.
الان چه چیزهایی من توی دیویدیم استفاده کردم به هیچ چی وصل نیست. اگر من اسلاید شو رو اینجا کانکت نکرده بودم، اینجا ما اسلاید شو رو میتونستیم به عنوان یک چیزی که به هیچ چیزی وصل نیست ببینیم و خب بتونیم اون رو به یه چیزی وصل کنیم که جا نمونه، در واقع مثل همون اتفاقی که شما الان توی گرافیکال دیدین. حالا باز در موردش بیشتر صحبت میکنیم. ترک شما برای کنترل فیلمتونه، فقط یه نکته خیلی مهم رو در نظر داشته باشید که شما کاتی که توی دیویدی استودیو پرو میدین مثل کاتی که توی فاینال کات میدین دقیق به اندازه یک فریم نیست. اگر شما خیلی میخواید فیلمتون دقیق باشه و حتی فریمش هم درست باشه که خیلی کم پیش میاد، مثلا من معمولا انتهای تیزرهایی که کار میکنم یه 10 ثانیه‌ای تصویر سیاه خالی میذارم، یا توی فیلم های سینمایی هم باز به همین صورت، آخر تیتراژ هم باز یه چند ثانیه فریم سیاهی میذارن. ولی به هر صورت اگر خیلی میخواین اون لحظه آخری که دیویدی تموم میشه فیلمم دقیقا تو همون فریم تموم بشه، بهتر فیلمتون رو فاینالش رو توی فاینال کات ادیت کرده باشید و یک فریم اضافه هم نداشته باشه که اینجا نخواین ادیتش بکنید، چون واقعیت اینه که این قسمت ترک یه تایملاین نیست، یعنی یه ترکه. شما فقط میتونید فیلماتون رو اینجا قرار بدین و فقط از سر و تش کم بکنین، کار ادیتینگ آنچنانی نمیتونین انجام بدین. اسلاید شو شما برای زمانی که شما میخواین یه سری عکس توی دیویدیتون بذارید که حالا با یه موسیقی پخش بشن و حالا کم عوض بشن و حالا الاخر، استوری شما یکی از چیزهایی که منحصر به فرد توی فانا توی ببخشید دیویدی استودیو پرو، و استوری هم بازی کاربرد خاصی داره که شما میتونید فقط یک تیکه از فیلمتون رو به طور مثال فقط از اینجا تا اینجاش رو به عنوان یه چیز جدا توی دیویدیتون بذارین و بیننده فقط همون یه قسمت رو وقتی بهش مراجعه میکنه ببینه. حالا ممکنه شما بگین خب این اصلا چه کاربردی داره؟ فرض کنید شما یه جشنواره ای توش 20 تا کار منتخب کوتاه انتخاب کردن، 20 انیمیشن کوتاه انتخاب شده و همه اینا پشت هم توی یه ترکن. شما ممکنه بخواید دو تا امکان توی دیویدیتون داشته باشین. یکی این باشه که بیننده وقتی پلی رو زد از اول ببینه تا آخر. یکی هم ممکنه این باشه که شما بخواید هر کدوم از اونها رو که جدا خواست ببینه و جدا انتخاب بتونه بکنه، که اون رو از طریق استوری میتونید انجامش بدین و حالا از طریق ایندکسینگ هم میتونید بکنین. به هر حال این دو تا آپشنیه که وجود داره. اسکریپت همون چیزیه که خیلی ازش گریزونن، منم همینطور. برنامه نویسی توی دیویدی استودیو پرو، شما با استفاده از اسکریپتینگ میتونید یه سری کارهای غیر معقول و خیلی خاص انجام بدید توی دیویدی استودیو پرو، ولی لازمش اینه که زبون برنامه نویسی بلد باشین. توی شرایط عادی توی 99% مواردی که شما میخواین دیویدی درست بکنین که پشت صحنه داشته باشه، نمیدونم زیرنویس داشته باشه و حالا الاخر، عموما به اسکریپتینگ هیچ نیازی پیدا نمیکنین. یعنی فکر نمی کنم توی تمام کارهایی که انجام میدیم خیلی استفاده داشته باشه، مگر موارد خیلی خاص که مثلا شما توی دیدین توی دیویدی ها، توی بعضی دیویدی ها یه سری گیم های ساده هست یا حالا چیزهای اونجوری، اونا رو میتونید شما با اسکریپتینگ انجام بدین. و یکی از مهمترین پنجره هایی که ما داریم که پنجره اینسپکتور ماست. اگر شما دقت بکنید من هر چیزی رو اینجا انتخاب بکنم این پنجره شکل و شمایلش عوض میشه و حتی اسمش هم عوض میشه. اینجا الان پیکچر اسست البته، بعد میشه آدیو اسست، بعد اگه من یه فیلم رو انتخاب بکنم میشه ویدیو اسست، یا اگه یه منو رو انتخاب بکنم تنظیمات منوی من، ببخشید البته از اینجا نه، اگه از اینجا یه منو رو انتخاب بکنم تنظیمات منوی من اینجا لود میشه و منو می نویسه و در واقع تمام تنظیمات چیزهایی که شما در داخل دیویدیو استودیو پرو دارین باش کار میکنین از طریق پنجره اینسپکتور یا همین پنجره انجام میشه. اگر شما قبلا با محصولات دیگه اپل کار کرده باشید، مثلا موشن، اگر خودآموز موشن ما رو قبلا دیده باشید، F7 توی موشن یا همون اینسپکتور یه همچین چیزی بود که خیلی کارا میشد از طریقش انجام داد. توی کینوتس هم باز به همین صورته، توی دیویدی استودیو پرو هم باز به همین شکل است. این اینسپکتور یکی از مهمترین قسمت هاست. پس هر موقعی که شما خواستین تنظیم چیزی رو عوض بکنید و حس کردید که یه چیزی باید تغییر بکنه و نمیدونید کجا باید دنبالش بگردید، به اینسپکتور باز بکنید و مطمئن باشید که توی اون تنظیمات مربوط بهش موجوده. و اما آخرین قسمتی که میخوام توی این درس خدمتتون بگم، پالت یا همون در واقع چیزهای پیش ساخته یعنی که شما توی دیویدی استودیو پرو داریم. به طور مثال منوهای
پیش ساخته که اپل برای شما اینجا قرار داده. باز همونطور که گفتم این منوها هیچ کدومشون چیز نرم افزاری نیستن و همشون یک سری فایلن که توی هارد ریخته شدن و عکس یا فیلم هستن که از هارد دارن خونده میشن. واقعیت اینه که ما توی DVD Studio Pro امکان ساخت نداریم، فقط امکان به هم چسبوندن و در واقع جور کردن DVD رو داریم، نه ساختن عکس یا حالا چیزهای دیگش. و حالا این پنجره بالا و این قسمت بالا هم که شما میبینین، این یک سری از دستوراتی که شما میتونید بیشتر نیاز داشته باشین و بیشتر بخواین ازش استفاده بکنین، به همین خاطر اینجا گذاشته شده. اینجوری نیست که اینا منحصر به فرد باشن، توی منوها همه اینها رو ما به صورت دستور داریم. خب توی قسمت‌های بعدی راجع به تک تک این مواردی که گفتم و اصلا راجع به ساخت DVD بیشتر با هم صحبت می‌کنیم.